رویارویی ایران با جمهوری اسلامی در یک نظرسنجی، نتایج رفراندوم غیررسمی مؤسسه گمان درباره جمهوری اسلامی، یک نه بزرگ به نظام در 45 سالگرد انقلاب 57. در این کشور رأی مردم محترم است. تمام نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای کشور برخواسته از رأی ملت. جمهوری اسلامی از شنبه شب سوار قطار پیشرفت رئیسی شد، با این نورافشانی در آسمان شهرها و با پخش آهنگهای حماسی به مناسبت 45 سالگرد انقلاب اسلامی 57. یک شنبه تلویزیون جمهوری اسلامی با این تصاویر نمای باز مدعی حضور میلیونی مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه شد، اگرچه فیلم‌های مستقل منتشر شده نشان می‌دهد که استقبال مردم از این تظاهرات حکومتی سردتر از هر زمانی بوده، با حضور اجباری دانش آموزان با لباس فرم و نیروهای بسیج در روزی که رئیسی مدعی شد تورم در ایران کاهش پیدا کرده. کاهش تورم در تولید داریم که بی سابقه است. و قالیباف هم ادعا کرد مردم سختی ها را به خاطر عشقی که به نظام دارن تحمل می کنند. اما نتایج یک نظرسنجی تصویری از جامعه ایران به دست داده که فاصله طولانی با تصورات مقام های جمهوری اسلامی دارد. گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان گمان در فاصله 11 تا 18 بهمن ماه از بیش از 58,000 شهروند بالای 19 سال ساکن ایران نظرسنجی کرده. این مؤسسه از شرکت کنندگان پرسیده اگر همین امروز یک رفراندوم آزاد با موضوع جمهوری اسلامی آری یا نه برگزار شود نظرشان چه خواهد بود. بر اساس نتایج 75% افراد به جمهوری اسلامی نگفتند و تنها 16.5% همچنان به جمهوری اسلامی وفادارند. حدود 9% هم در این مورد مردد بودند. هرچند وزیر دادگستری دولت رئیسی یک شنبه مدعی شد 97% مردم ایران جمهوری اسلامی را می‌خواهند. در دهه‌های اخیر بسیاری از شهروندان خواستار برگزاری رفراندوم درباره جمهوری اسلامی و همینطور درباره مهمترین مسائل کشور شدند. اما خامنه‌ای فروردین ماه امسال گفت همه مردم قدرت تحلیل درباره همه مسائل را ندارند. مگر مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه؟ مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند و شرکت میکنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن؟ این چه حرفیه؟ با این حال در چند ماه گذشته او از همین مردم خواسته در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری شرکت کنند، انتخاباتی که در آن موج رد صلاحیت‌ها حتی دامن خود خودی‌ها را هم گرفت و صندوق رأی را به بازی درون‌گروهی بین خودی‌ترها و خودی‌ترها تبدیل کرده. یکشنبه یکی از مددهان دفتر خامنه‌ای در قالب مثلا یک شعر به سیاست‌های دولت روحانی تاخت. قطع می‌شد آب می‌گفتن بر جام‌مان، قطع می‌شد برق می‌گفتن دست تحریم‌ها. کسی که صلاحیتش برای شرکت در انتخابات رد شده، اما نتایج نظرسنجی گمان نشان می‌دهد مشارکت در این دوره از انتخابات، حتی از انتخابات مجلس سال 98 و انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 هم پایین‌تر خواهد بود. 77% شرکت کنندگان در افکارسنجی گمان گفتند در انتخابات شرکت نمی‌کنند و در نقطه مقابل کمتر از 15% گفتند پای صندوق‌های رأی می‌روند. نکته این که آمار تحریم کنندگان انتخابات در 6 ماه گذشته افزایش داشته، یعنی دعوت خامنه‌ای از مردم برای شرکت در انتخابات نه تنها منجر به افزایش مشارکت نشده بلکه به رأی تحریمی‌ها افزوده. این در حالی است که بر اساس نظرسنجی گمان 37% مردم حتی نمی‌دانند اسفند ماه قرار است انتخابات برگزار شود. از سوی دیگر بر اساس نظرسنجی مؤسسه مطالعات افکارسنجی ایرانیان 40% مردم خواستار براندازی بدون قید و شرط جمهوری اسلامی هستند. این آمار در زمان اعتراض‌ها مثل دیماه سال گذشته تا 60% هم رسیده بود. از طرف دیگر 25% شرکت کنندگان خواهان تحولات ساختاری و گذار از جمهوری اسلامی هستند. در حالی که 9% از شرکت کنندگان در نظرسنجی گمان گفتند خواهان اصلاحاتند، تنها 11% حامی سیاست‌های جمهوری اسلامی و خامنه‌ای بودند و البته حدود 14% گفتند هیچ کدام از این گرایش‌های سیاسی را ندارند.
اما به نظر میرسد 65% افراد خواهان براندازی و گذار از جمهوری اسلامی که در هنگامه اعتراضهای خیابانی شمارشان به 85% افزایش پیدا میکند، هنوز در مورد بهترین راه ممکن برای سرنگونی نظام مستقر مرددند. نظرسنجی گمان نشان میدهد که بیش از 33% مردم معتقدند باید مثل سال گذشته به خیابان بیایند و تنها 13% انتخابات را راه حل میدانند، در حالی که 33% با هیچ کدام از این دو روش موافق نیستند و نزدیک به 18% گفتند نظری ندارند. در واقع شمار زیادی از مردم جمهوری اسلامی را نمیخواهند، اما هنوز نمیدانند چطور باید از این نظام عبور کرد. نتیجه پیمایش گروه مطالعات افکارسنجی ایران نشان می‌دهد جمهوری اسلامی با عمیق‌ترین بحران مشروعیت در عمر 45 سالش دست و پنجه نرم می‌کند. ما یقین داریم با کمک مردم، مشارکت مردم، مشکلات حل خواهد شد و قطار پیشرفت سرعت پیدا خواهد کرد انشاءالله. واقعیت‌های کشور نشان می‌دهد قطار مد نظر رئیسی و شرکایش در جمهوری اسلامی باری جز درور ندارد. قطاری که به نظر می‌رسد در ریل سقوط حرکت می‌کند. وقتی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد حرف مردم به این عبارت نزدیک‌تر است: جمهوری اسلامی نه. مشتبه پور